ماشاءالله احمد. ببینیم پژمان اینجا چیکار میکنه. رنگش رو نگاه کنید فقط. بیرون بفرمایید. محمد جان این کلاس زبان ترکیه، کلاس رقص چیه؟ صبح بهاریتون بخیر. به به. تمام این گل گیاها رو بارون زده. اینم تیه معلومه اوزجان تمیزکاری کرده، حالا البته امروز که بارون میزنه انصراف داده. آخه عزیزم جان، تو همش با اینجا باشی؟ میاد نزدیکم ولی من میترسم. خیلی نازی. بریم پیش پژمان. کجاست؟ پشت هم میبینم، نه پشت هم نایمده باشه. اوی اینجاست. آقا یه تعارفی چیزی، ما در رو باز کردیم سریع دویدی بیرون. خب حالا برو اون ور تا من رد شم. اینم گلای خوشگلمون، چه بارونی میزنه. به به. ناسی جان، ناسی جان، جان بکنم چت گفتم بیاری آوردی؟ اینه چت رو نه چت خودت. نه همین خوبه. گفتی بارون نمیاد ولی من چون صبح اومدم نون گرفتم، ببین صبح بارون میزده خب، ولی الان میزنه نم نم میزنه. آره نه نم نم نیست، زیر چتره. میگه بارون نم نم میزنه، بارون شدید ریزه. چت رو توصیه میکنم باز کنی. چت دارم تو کیفمه، حوصله‌شو ندارم، دارم فیلم میگیرم. بعدم اینه که اصلا کلا من بارون رو دوست دارم، یه ذره بارون رو میریزه. اصلا چت رو نمیبینم. اونو به خاطر گوشیم اینجوری میگیرم که بیا زیر گوشیم. چطوری دوستان؟ انشالله که حالتون مثل حال ما خوب باشه. واقعا هوا خوبه، صبحم هست، از صورت من معلومه. ما داریم میریم باشگاه. بعد از چند قسمت شد با هم بریم باشگاه؟ کلا یه بار با هم رفتیم باشگاه. یکی دو بار رفتیم دیگه، اگه خدا بخواد پژمان برنامه ورزشو بندازه صبح با هم دیگه بیشتر میریم. صورت من قشنگ معلومه، من وقتی باشگاه هم میرم زیاد کرم و اینا نمیزنم که آدم وقتی ورزش میکنه پوستش هم یه نفسی بکشه. منم سلام میکنم خدمت دوستان عزیز. یه روز تعطیل بارونی داریم، با هم دیگه بریم یه ورزشی داشته باشیم. حس ورزشون هم صبح خوبه. البته من کارام یه جور شده به سمت ظهر و سمت غروب و عصر شده و عصر دیگه اصلا باشگاه نمیرسم برم. سعی می‌کنم الان میریم با هم. اگه بشه صبح به صبح و نسیم جان دو نفری بریم باشگاه. برم ببینم چه جوری ورزش می‌کنه. ورزش سخت ورزش می‌کنه یا کم ورزش می‌کنه؟ یه ذره ورزش سنگینش بدم، وزنهای سنگین بذارم براش. ببینیم و تعریف کنیم. ببینید. ساعت نهانیم صبحه ولی خب باشگاه امروز جالبه که شلوغه. همیشه این ساعت که میام دوستان رو خب بیشتر نیسته ولی الان تفسیر جمعیت. خوش گلیم جانم. شکره بریم. ببین جمعیت رو من شروع کردم. دو دقیقه دیم که عریضه دیم. تلفن زدم اومدم. چند دقیقه تلفن کار میکنم؟ ببینیم پژمان اینجا چیکار میکنه. این حرکات هایی که میزنه من نمیتونم بزنم، خیلی سخته. مچ من پاراله کلن حرکت هایی که با بعض نبرده مثل بارفیکس پاراله شنا رادشت. دستگاهی که دوست داری اینجاست. اینا بدن نمیخوابه، یعنی یه مدت ورزش نکنی. ببین من با این دستگاه فقط شکم میتونم بزنم. خب این
خوش بازو زیر بغل قوی بکنی. یکی از سخت‌ترین حرکاته. ولی فوق العاده موثر. دوستایی که ورزش میکنن اگه پارالل رو کار کنن اولش سخته. ولی فوق العاده به شدت رو هم بس زیر بغل، خوش بازو و بالا سر تاثیر میذاره. خب بازو بزنید پای من تو بازو بزنید. کجا بذارم؟ اینجا؟ آره. خب از این چیزا بنده بگیر پا تزدیل بشه. ما ست کردیم نخواسته. من میرم تو اتاق پیلاتس کارم داشتی بیا اونجا. باشه میام. ورزش ما که تموم شد من زودتر اومدم پیش باید یه سری کار داشت بریم خونه. قراره که امروز یه سوپ خیلی خوشمزه ترکی درست کنم با هم دیگه درست میکنیم که شما هم اگر دوست داشتید پسندیدید برای خودتون درست کنید. بارون زده حل از اونا رو نشونتون بدم باز در اومدم. حالا خوبه حداقل رو این برگان یکی هم اینجا. بعضیشون میان اینجوری رو زمین بعد یکی نبینه پا میذاره روشون. ما عادت کردیم برمیداریم میذاریم کنار. مخصوصا لیلا تا میبینه برمیداره میذاره کنار. میان تو دست و پا. خب من اومدم خونه و غذایی که بهتون گفتم میخوام درست کنم، سوپی که میخوام درست کنم یه سوپ فوق‌العاده خوشمزه ترکیه که خیلی هم راحت درست میشه. طرفداراش خیلی هن. همین اول ویدیو بگم که طرفداراش خیلی هن و مقوی هم هست دیگه، چون که توش چی داره؟ عدس داره. سوپمون مرجمک چرباسیه. توی زبان ترکی به عدس مرجمک میگن، چربو هم که همون سوپه. مرجمک چرباسی یعنی سوپ عدس. این سوپ عدس قرمز چند مدل توی ترکیه درست میشه و سرو میشه. یه مدلش هست قرمز رنگ میشه، یه مدلش هست که بهش میگن تله‌ای رنگه که همون زرد خودمون زرد رنگه. و اینکه موادی که توش میریزن هر کی به یه نحوی درست میکنه، یعنی این موادی که من رو میز گذاشتم بعضیا میخوان درست کنن این هویج سیب زمینی رو توش نمیریزن یا هویج خالی میریزن یا سیب زمینی، یعنی سلیقه‌ایه. حالا ببین موادش رو ببینید که من چیا گذاشتم رو میز. یه دونه پیاز میخواد، یه دونه سیب زمینی، یه هویج. اینی که تو این ظرف دادید میبینید آرده. یه قاشق غذاخوری آرد نیاز داره. ماده اصلیمون که عدسه. یک لیوان عدس میخواد. ادویه هم که بهتون میگم چی میخواد. زردچوبه گذاشتم و فلفل. حالا تمام این مواد باید خورد بشه، منتها اول از همه پیاز رو داریم. پیاز رو باید نگینی خورد کنم، بریزیم تو روغن سرخ بشه، یعنی تفتش بدیم نه اینکه سرخش کنیم. بعد میام سراغ بقیه مواد. پیاز رو نگینی خورد کردم، بریزم توی قابلمه تفتش بدیم. بعد برگردیم اینا رو خورد کنیم. برای سرخ کردنش روغن زیتون میریزم. خب اینو میذاریم یک مقداری سبک بشه، نرم بشه. بعد میایم بقیه مواد رو بهش اضافه میکنیم. برای خورد کردن هویج همه مدلی میتونید خورد کنید، ولی هرچی قطعاتش کوچیکتر باشه بهتره، چون زودتر پخته میشه. برای همین من حلقه های نازک نازک میزنم. سیب زمینی رو هم خوردش کنم. صدای سرخ شدن پیاز هم میاد و
خواستم یه تشکری هم ازتون بکنم از ویدیوی قبلی، خیلی استقبال کردید، یعنی کامنت های خوبی گرفتم، متوجه شدم که دوست دارید موضوعی که مطرح کردم رو، حتما حتما روش وقت بیشتری میذارم توی کانال و محتواهای این شکلی زیاد تولید میکنید. گفتم اینم بگم بهتون که همه کامنت ها رو واقعا میخونم و تا جایی هم که بشه جواب میدم. اینجا پیازه رو نشونتون دادم، داره سرخ میشه، یک دقیقه دیگه زردچوبه رو بهش اضافه میکنم. این سوپ من دارم مرجمک چرباسی زرد رنگ رو درست میکنم. مرجمک چرباسی که قرمز رنگ توش رب داره. آخر سر که این غذا حاضر شد نشونتون دادم، اون فقط دو تا نکته کوچیک داره که متفاوت میشه، اون رو هم بهتون میگم که هر کدوم رو که دوست داشتید درست کنید. جفتش هم خوشمزه است. خب من الان زردچوبه رو اضافه میکنم. هویج رو اضافه میکنم. هویج رو هم یه مقداری تفت میدم. خب تا هویج یه مقدار تفت میکنه این عدسا باید قشنگ شسته بشه. کامل بشورید تا آبی صاف بشه، تمیز بشه. من توی همین صافی میریزم و میشورمش. قشنگ شسته شد، یه بشقاب هم بذارم زیرش که آبش نریزه. الان بیارم سیب زمینی رو هم اضافه کنم بهش. عدسا که قشنگ آبش رفت اضافه میکنیم. آرد رو هم اضافه میکنم. دیگه آردش رو که اضافه میکنیم زیاد تفت نمیدیم. آب میریزیم روی موادمون تا شروع کنه به پختن. آبی که قراره اضافه کنم آب جوشه، آب سرد اضافه نمی کنیم. توی فریزر داشتم چند روز پیش که مرغ پختم آبش رو نگه داشتم. الان لازم میشه. چیزی که این سوپ رو خوشمزه میکنه همین آب مرغ. اگر آب مرغ رو خودتون تهیه کنید تو خونه استفاده کنید خیلی بهتره. سعی کنید از این عصاره های مرغ آماده استفاده نکنید. خب من اینم بذارم داخلش. حالا این آبی که من اضافه کردم به سوپمون یا اندازه است یا حین پخت میبینیم که باز نیاز داره. اگر دیدیم که نیاز شد داره غلیظ میشه و آب نیاز داره، آب جوش مجدد اضافه میکنیم، آب سرد نمیریزیم. این جوش بیاد من درش رو ببندم، حدودا یه نیم ساعتی بمونه بپزه تا بعد بیایم مرحله آخر رو روش انجام بدیم. میبینید که چقدر راحته. توی این تایم و حدودا نیم ساعتی که قرار سوپمون موادش بپزه جا بیفته، بیاید من یه ویدیو بهتون نشون بدم. سر کلاس زبان ترکی این ویدیو رو گرفتم و اینکه از شیطنت بچه ها و استاد و اینا که ببینید کلاس چه خبره. این کلاس زبان ترکیه، کلاس رقص چیه؟ یعنی استاد زبان ترکیمون اونقدر خوش اخلاقه، سعی میکنه که جو کلاس همیشه شاد باشه، بچه‌ها با روحیه و سرحال درس رو گوش بدن. یکی تأخیر کنه، اون روز من تأخیر کردم، به من گفتش که یه آهنگ بخون. گفتم که من الان یادم نمیاد. گفت ولی من یادم میمونه، تو بعدم باید این جریمت رو انجام بدی.
الانم ببینید که سر کلاس چیکار داره میکنه. قبل از اینکه بریم اون فیلم رو براتون بذارم، ببینید که موادمون جوش اومد. من نمک هم بهش اضافه میکنم، این کفش رو هم جمع میکنم، بعد در ظرف رو میبندم. بیرون افندم، بیرون مامه جم، مامه جم، بیرون 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 هدیه من این سوپ رو بهتون نشون بدم، الان بعد از نیم ساعته، ببینید عدسش چقدر زود پخت و له شد. بلزهش هم نشونتون دادم که پخته. من بهش هیچ آبی اضافه نکردم، یعنی آبی که ریخته بودم اندازش بود. حالا باید بلندش کنیم، یعنی کاملا میکس بشه. برای بلند کردن و میکس کردنش هم بهترین وسیله همین گوشکوبای برقیه، اگر نه که باید با هر وسیله‌ای که دارید یا مخلوط کن هرچی هست داخل اونا میکس کنیم. خب این از سوپمون که میکس شد کامل، غلظتش هم باید به همین صورت باشه. ببینی رنگش رو نگاه کنید فقط. حالا بریم یه کار کوچولوی دیگه باید انجام بدیم. اون کاری که گفتم چیه؟ یک قاشق کره است. یک قاشق کره رو میریزیم توی ظرف، توی ماهیتابه، میذاریم روی حرارت که آب بشه. کره وقتی که آب میشه ما به فلفل قرمز نیاز داریم، بعد چون کره رو میخوایم روی سوپ بریزیم برای تزیین، فلفل قرمزی که استفاده میکنم بیشترش رو، یعنی 80% رو از فلفل قرمز شیرین استفاده میکنم. شما بستگی به ذائقتون، اگر خیلی تند دوست دارید، تند دوست ندارید، ترکیب فلفلتون رو خودتون تنظیم کنید. چون نیاز به رنگ قرمز داریم، فلفل قرمز شیرین، یک مقدارم پول ببر. من پول ببر تند میریزم. اگر پول ببر در دسترستون نیست، فلفل قرمز تندم میتونید با فلفل قرمز شیرین ترکیب کنید. کره ذوب شد، زیرش رو کم میکنم. ببینید این همون فلفل قرمز شیرینه که گفتم و پول ببر. کره فلفلی که آماده است، اینم که خود سوپمونه. بیایید تا براتون بکشم ببینید که بشه صورته. البته این کره هایی که الان با فلفل مروش زدم
هم فیلم برداریه، هم همینجوری میریزم، ولی بعد من بخوام بخورم اونا رو جمع میکنم و یه مقدار از این سوپ رو میخورم و بقیهش رو نگه میدارم. یعنی این کاسه ای که مخصو خودمه. خیلی خوشمزه شده، من قاشق رو بذارم بیام. البته این سوپ رو من درست میکنم، دو مدلش رو، یعنی قرمزش رو هم درست میکنم. گفتم بهتون میگم که قرمزش چجوری درست میشه. دیدید این چه مدله؟ اون قسمتی که من زردچوبه زدم شما رب بزنید. رب رو یعنی اون موقع نزنید چون میسوزه. وقتی که سبزیجات رو اضافه کردید، تفت دادید، ربش رو هم میریزید، یه مقدار که تفت خورد عدس ها رو میریزید و آب میریزید روش، به همین شیوه میپزه. وقتی که پخت و میکسش کردید، یک مقداری نعنا خشکم میتونید بریزید داخلش، هم بزنید و سرو کنید. یعنی اونم میشه اون یکی مدلش. از سیب زمینی و هویجش هم هر کدوم رو دوست داشتید میتونید حذف کنید، ولی خب چه کاریه، چرا حذف کنید، مقوی تر میشه و اینکه خیلی خوشمزه است. البته اگر طعم سیب زمینی که پوره میشه یا میکس میشه قاطی غذا دوست ندارید، میتونید حذفش کنید. جاتون خالی، مرسی که همراه هم بودید. منم بکشم ببرم برای بچه ها تا داغه بخورن. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید، خدافظ.